بریم سراغ الگوی بعدی. پس 4 تا الگو داشتیم، یکیش گفته شد الگو با فاصله یکسان، گفتیم درست. الگوی دوم، الگوی مثلثی. خب بچه ها نگاه کنید، اصلا چرا گفته مثلثی؟ الگوی مثلثی اسمش اصلا کجا اومده؟ درست میاد میگه که این شکلا نگاه کنید، اولی یه دونه مثلث بوده، بعدی 3 تا، بعدیش این شکلی. چجوری تغییر کرده؟ میگه یه ردیف یه ردیف یه ردیف، ردیف آبیا نگاه کنید، میگه این قرمزه بوده، بعد من یه دونه ردیف بهش اضافه کردم، این دوباره همین قبلیه بوده، من یه ردیف بهش مثلث اضافه کردم، دوباره اینجا بوده، یه ردیف بهش مثلث اضافه. ببین میگه الگوی مثلثی و همشون هم تشکیل مثلث میدن، کلی شکل کلیشو نمیکنی شبیه مثلث. اما ببینیم اصلا چه اتفاقی میفته تو الگوی مثلثی. فاصله بین اینجا یه مثلث داشته، اینجا 3 تا، چند تا اضافه شده؟ 2 تا مثلث. اینجا چند تا اضافه شده؟ 1 2 3 4 5 6. چند تا بوده؟ 1 2 3. از 3 تا 6 چند تا اضافه شده؟ 3 تا. اینجا چند تا مثلث داریم؟ 10 تا مثلث داریم. خب از 6 تا 10 4 تا اضافه شده. فکر کنم متوجه شدید چه اتفاقی داره میفته. در این نوع الگو فاصله بین اعداد از 2 شروع شده و یکی یکی اضافه میشن. بچه‌ها فاصله خیلی مهمه، نگاه کنید، از عدد 2 شروع شده، اولینو بدونیم، خب و بعدش فاصله شده 3 فاصله، یعنی خود فاصله. قبلا فاصله چجوری بود؟ همش 2 بود یا همش 3 بود؟ فاصله یکسان بود. الان میگه از 2 شروع شده، یکی یکی فاصله اضافه شده. خب میگه فرمول الگوهای مثلثی، اگه جمله انومش رو خواستیم، یعنی فرمول کلیش رو خواستیم، چی میشه؟ میشه n ضرب در n به اضافه 1 تقسیم بر 2. خب یعنی چه جوری باید به دست بیاریم؟ مثلا نگاه کنید، مثال جمله دهم الگوی 1 3 6 10 15 رو به دست آورید. خب دنباله واسه ما مشخصه 1 3 6 10 15، اما اولین کاری که میکنیم بچه ما که نمیدونیم الان این الگو فاصلش یکسانه مثلثیه چه اصلا کچه الگویه. خب یه دفعه تو امتحان به ما دادن، نمیدونیم با چه الگویی اصلا مواجهیم. خب چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم همیشه همینه، ببینیم فاصلش چقدره. از 1 تا 3 2 تا اضافه شده، از 3 تا 6 3 تا، از 6 تا 10 4 تا، و از 10 تا 15 5 تا اضافه شده. درسته؟ تا این شکلی شد، فاصله یکی یکی داره میره بالا، خود فاصله. خب از 2 هم که شروع شده، پس مشخصه واسه ما این چیه؟ الگو واسه ما چیه؟ مثلثیه. خب فرمول الگوی مثلثی رو باید حفظ باشیم، چی بود؟ n ضرب در n به اضافه 1 2. خب به ما سوال چی گفته؟ گفته جمله دهمش رو به من بگید. درست؟ میگیم چی؟ 10 ضرب در 10 به اضافه 1 تقسیم بر 2. خب 10 به اضافه 1 چی میشه؟ 11. ضرب در 10 میشه 110 تقسیم بر 2 55. ما پیش بینی کردیم، این دومین پیش بینی که امروز داشتیم، یعنی یه بار با فاصله یکسان بود، یه بارم بحث مثلثی رو داشتیم. درسته؟ خب قبلش فقط یه چیزی بگم بچه‌ها، همیشه جمله یکم هم چک بکنید. نگاه کن مثلا اینجا ببینید، مثلا یکمیو داره به ما درست میگه، 1 ضرب در 1 به اضافه 1 به اضافه 1 چی میشه؟ میشه 2. 2 ضرب در 1 میشه باز 2. 2 تقسیم بر 2 میشه چی؟ 1. درسته. خب پس واسه ما داره 2. یا مثلا دومیش اگه بخوایم چک کنیم، به جای این باید بزنیم 2 دیگه، برای اینکه دومی رو بخوایم چک کنیم، میگیم 2 ضرب در 2 به اضافه 1 میشه 3، یعنی میشه 3 2 تا 6 تا، 6 تقسیم بر 2 میشه 3. درسته. درسته. این داره به ما درست میگه، پیش بینی اصلا بر اساس این فرمول پیش بینی ما کاملا درسته. جمله دهممون نیازی نیست ادامه بدیم، همینجا میتونیم بگیم که جمله دهممون چنده؟ 55. خب تذکر، در تمامی دنباله‌های عددی برای یافتن الگو میبایست جمله اول یعنی n مساوی 1 را بررسی نمود و اگر نیاز به کم یا اضافه کردن عددی بود این کار را انجام دهید. این همونیه که من الان بهتون گفتم، میگه اولین کاری که میکنید، فاصله را پیدا کردی، الگو را متوجه شدی، خب الگو را متوجه شدی، میدونی فاصله یکسان یا نه مثلثی، میدونی کدوم از الگوهایی، الان میدونی کجای کاری. خب میگه اولش جمله اولی رو چک بکن حتما. خب ببین اصلا درسته؟ خب چرا؟ چون تو سوالهای آینده میبینیم که چه اتفاقی میافته. خب مثال جمله 20 الگوی 3 5 8 12 را به دست آورید. خب بچه نها کنی، باز یه دنبال عددی داریم، فاصلش رو اول چک میکنیم، اول 2 تا، بعد 3 تا، بعد 4 تا، و از 2 هم شروع شده. خب
مثلثیه، درسته؟ خب اما نکته ای که قبلا گفتم چی بود؟ گفتم اولین کاری که میکنیم جمله اولو چک کنیم. بچه مثلثیه چی می‌نویسیم؟ سری میگیم آقا حالا که جمله الگو مثلثیه می‌نویسیم n در n اضافه 1 دوم. تموم. میدونیم وقتی این اتفاق داره میفته الگو مثلثیه. خب به جای n بذارید 1 میشه 1 ضرب در 1 به اضافه 1 پرانتز میشه 2. یعنی میشه 1 ضرب در 2 میشه 2 تقسیم بر 2 میشه چی؟ میشه 1. اینجا که شده 3 که. مگه نگفتیم الگوی مثلثی فرمولش اینه؟ چرا نشد؟ خب میگه که این الگو همون مثلثیه. خب اما یه نکته داره، وقتی که اینو میذاری شد 1، درست؟ بیا ببین عدد اول چنده؟ 3. خب یادتون باشه تو الگو با فاصله یکسان چیکار میکردیم؟ اینو که 1 میذاشتیم آخر سر چیکار میکردیم؟ میومدیم میگفتیم که خب حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که یه چیزی یا کم بکنیم یا زیاد بکنیم که چی ساخته بشه؟ که عدد اولمون ساخته بشه. الان جواب ما شده 1، عدد اول ما 3. چیکار باید بکنیم؟ کل این فرمولمونو به اضافه 2 بکنیم، درسته؟ یعنی 2 تا بهش اضافه کنی، یعنی اینجا جوابش شد 1 به اضافه 2 میشه چی؟ 3، درسته؟ بیاید واسه جمله دومم تست بکنیم. 2 به اضافه 1 میشه 3، 3 ضرب در 2 به جای داریم میذاریم 2، 3 ضرب در 2 6، 6 تقسیم بر 2 میشه 3. جمله دوم ماش اینجا شده 3 ولی اینجا چنده؟ 5. یعنی چی؟ یعنی باید یه 2 تا بهش اضافه بکنیم، همین چیزی که اینجا اتفاق افتاد. یعنی تا آخر این درسته. الگو چیه؟ الگو مثلثیه، ولی چی؟ با یه تغییر کوچیک. یعنی اول شما اینو بذارید 1، اگه نیاز به کم و زیاد کردن باشه آخرش این رو انجام بدید. مطمئن باشید هر کدوم از جملات رو که خواستید، جمله صدام هم اگه خواستی تو این فرمول آخری نهایی بذاری درست در میاد، درست؟ خب الگوهای بعدی الگوی مربعی. دو تا الگو رو گفتیم با فاصله یکسان و الگوی مثلثی، حالا الگوی مربعی. میگه در این الگو هر عدد برابر است با شماره عدد ضرب در خودش. خب یعنی چی؟ بچه نها کنید، به عنوان مثال 1 4 9 16، ما گفتیم آقا ما عادت کرده بودیم هر چیزی رو میدیدیم فاصلهش رو میگرفتیم، این که فاصلهش 3 تاست، از اینجا 4 تا 9 هم فاصلهش 5 تاست، از 9 تا 16 هم فاصلهش 7 تاست. نه الگو مثلثیه، نه الگو با فاصله یکسانه. خب این چیه؟ میاد میگه که اینجا عدد اول، مگه ما نگفته بودیم عدد رو به شمارش بشناس؟ این شماره شماره 1، یعنی 1 ضرب در 1 شده 1. این شماره چنده؟ عدد 4 مون شماره چنده؟ شماره 2. یعنی میگیم 2 ضرب در 2 میشه چی؟ 4. عدد شماره 3مون جالبه که میبینیم 3 3 تا شده چی؟ 9 تا. عدد شماره 4مون 4 4 تا شده 16 تا. به این الگو میگن الگوی مربعی. یعنی چی؟ یعنی خود شماره عدد، شماره عدد ضرب در خودش شده به ما این اعداد داده، درسته؟ به این میگن الگوی مربعی. مربع هم چرا میگن الگو مربعی؟ چون مساحت مربع هست چی؟ 1 ضلع ضرب در خودش. اگه میخواید ببینید که حکمت این که اسمش رو چرا گذاشتن مربعی، به خاطر اینه، درسته؟ اما یه نکته دیگه داره کارتون رو راحت تر بکنم. الگو مثلثی گفته بودیم که فاصلهش 1 1 اضافه میشه، فاصله 1 1. تو الگو مربعی چیه؟ فاصله بین اعداد از 3 شروع شده و 2 تا 2 تا اضافه میشن. خب نگاه کنید، فاصله 1 تا 4 چقدره؟ 3، از 4 تا 9 5 و از 9 تا 16 7. اگه نگاه بکنید میبینید که از 3 تا 5 چی شده؟ 2 تا 2 تا اضافه شده. ببینید 2 تا اینجا خودش اضافه شده، از 5 تا 7 هم 2 تا اضافه شده. خب فرمول کلیش هم که ما گفته بودیم میشه n ضرب در n، چون مربعی 1 ضرب ضرب در خودش، درسته؟ پس یک راه برای شناخت الگوی مربعی اینه که وقتی دیدی فاصله، ما که عادت کردیم فاصله رو اول نگاه می‌کنیم، اگه دیدید فاصله 2 تا 2 تا داره اضافه میشه و این بار فاصله از 3 شروع شده، بدونید این الگوی شما الگوی مربعیه. یعنی ما تا الان تمام تشخیصی که تا الان میتونستیم بدیم و الان هم همینه، از رو چیه؟ از رو همین فاصله است. اولین کاری که میکنید فاصله رو به دست بیارید. وقتی دیدید 3 5 7 و 9 همینطوری دوتا دوتا میره بالا، ببینید الگوتون الگوی مربعیه. فرمولش چیه؟ n ضرب در n. یعنی اگه مثلا جمله دهمشو بخواد میشه چی؟ 10 ضرب در 10 میشه 100، درسته؟ خب مثال جمله یا عدد دهم الگوی 2 5 10 17 و 26 را بیابید. خب
ما که آقا اصلا نمیدونیم این اولش کدوم از این الگوهایی که شما گفتی به ما اصلا فاصله یکسانه، مثلثیه یا همین مربعی که گفتی. میگیم چیکار میکنیم؟ اول فاصله میبینیم 3 تا اضافه شده، 5 تا اضافه شده، 7 تا اضافه شده و بعدش 9 تا اضافه شده. خب فاصله چی داره میشه؟ خود فاصله دو تا دو تا داره اضافه میشه. خب از 3 هم شروع شده، پس این الگو الگوی مربعیه بچه. همینجا تشخیص میدیم این الگوی ما الگوی مربعیه. فرمولش چی بود؟ n ضرب در n. خب کدومو خواسته؟ میگه جمله دهمشو به من بگو. قبلش ما گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم n و مساوی 1 حتما بذارید ببینید درست به ما میده یا نه. 1 ضرب در 1 چی شد؟ 1. درست نشد آقا. اینجا که 2 که حتما اگه خوب گوش کرده باشید تا این الان میدونید چیکار باید کرد. چیکار باید کرد؟ میگیم آقا ما اولی رو، ما که مطمئنیم این مربعیه، مطمئنه مربعی. خب و اینم فرمولم کاملا بهش یقین دارم. خب ولی اشکال نداره، 1 ضرب در 1 شده 1، عدد اول من چون اینجا 1 گذاشتم عدد اول من شده 2. خب میگه چیکار میکنم؟ میسازمش. باید چه اتفاقی بیفته که این 1 بشه 2؟ بله باید به اضافه 1 بشه، درسته؟ یعنی 1 به اضافه. حالا میگیم پس الگوی ما چی بوده؟ بوده n ضرب در n به اضافه 1. خب میخواید بقیه رو هم چک بکنیم؟ مثلا 2 بذاریم که این 5 ببینیم درست در میاد. 2 ضرب در 2 میشه 4، به اضافه 1 میشه 5. بله درست. یا مثلا 3 ضرب در 3 میشه 9، به اضافه 1 10. کاملا درسته. پس اولین کاری که میکنیم، اولین کار وقتی که فاصله رو دیدیم، الگو رو تشخیص دادیم، اولین کاری که میکنیم اینو میذاریم 1. خب ببینیم اصلا جمله اول داره به ما درست میده. خب اگه نیاز به تغییر بود مثل اینجا، تغییرش رو لحاظ میکنیم ببینیم چی میشه و بعدش کار ما برای پیشبینی راحته. درست. حالا به ما گفته چی؟ گفته جمله عدد دهم رو به من بگو. خب بعد به جای n بذاریم چی؟ 10، چون گفته جمله دهم. میگیم 10 ضرب در 10 میشه 100، به اضافه 1 میشه 101. درسته؟ خب بریم سراغ آخرین الگوی معروفی که میخوایم امروز بهتون بگیم، یعنی الگوهای مکعبی. خب از اسمش فکر کنم بتونید تشخیص بدید الگوی مکعبی یعنی چی؟ یعنی در این نوع الگو هر عدد برابر است با حاصل ضرب شماره عدد در خودش چند مرتبه؟ 3 مرتبه. n ضرب در n ضرب در n. درسته؟ مربعی چی بود؟ n ضرب در n بود. مکعبی n ضرب در n ضرب در n. خب یه مثال ببینیم. 1 8 27 64. چه اتفاقی افتاده؟ اولی هست، شماره اولی چنده؟ شماره اول 1 ضرب در 1 ضرب در 1، میگیم 1 ضرب در 1 میشه 1، ضرب در خودش دوباره بازم میشه 1. دومی شمارهش 2ه، 2 ضرب در 2 ضرب در 2، 2 دو تا 4 تا باز ضرب در 2 میشه 8. یا 3 ضرب در 3 ضرب در 3، 3 ضرب در 3 میشه 9، باز ضرب در 3 میشه 27 و به ما داره درست میگه، داره الگو رو به ما درست میگه. خب یه مثال ببینیم. جمله دهم الگوی 3 10 29 66 رو بیابید. خب آقا یه سوال، اولا که شما الان از من جمله دهم خواستی، منم که الان تو امتحان به من 4 تا الگو گفتی. خب من چه جوری تشخیص بدم کدوم از ایناست؟ قبلا گفتیم چیکار میکنیم؟ میگیم اولین کاری که میکنیم مثلا فاصله رو ببینیم که تو کدوم دسته از ایناست، الگو با فاصله یکسان، الگو مثلثی، مربعی یا مکعبی. ما 4 تا الگو بلدیم دیگه فعلا، ببینیم کدوم از ایناست. اولین کاری هم که میکنیم چیکار میکنیم؟ فاصله رو میایم نگاه میکنیم. فاصله رو نگاه کنیم، قطعا الگو با فاصله یکسان نیست. چرا؟ چون از 3 تا 10 7 تاست، از 10 تا 29 چند تاست؟ 19 تاست. فاصله‌اش که اصلا یکسان نیست، اولی هست. درسته؟ ببینیم الگو مثلثی هست یا نه. از 3 تا 10 7 تاست، از 10 تا 29 19 تاست. خب و حالا 29 تا 66 هم یه فاصله متفاوت دیگه. خب الگوی مثلثی چی بود؟ فاصله‌اش یکی یکی میرفت بالا. از چند شروع میشد؟ از 2 شروع میشد فاصله، یعنی میشد فاصله‌اش 2 3 4 5 و هم تعداد. پس الگو مثلثی هم نیست. خب میریم سراغ بعدی، الگوی مربعی. اگه دقت کرده باشه الگوی مربعی چی بود؟ میگفت فاصله چند تا میره بالا؟ دو تا میره بالا. خب
این فاصلهش دوتا دوتا میره، از 3 تا 10 هفته، از 10 تا 29 19 تا، پس الگوی مربعی هم نیست. درست؟ میگه خب آقا شما به ما 3 تا الگو گفتی، خب تا الان این 3 تا که نبوده، الگو مکعبی به ما گفتی ولی واسه فاصلهش چیزی به ما نگفتی یا که فاصلهش فلان باشه، مثلا دوتا دوتا برسه تا 3 تا، چیزی به من نگفتی. میگم آره واسه الگو مکعبی من هیچی به شما نگفتم. اولین 3 تا رو چک بکنی، خب اگه نبود برید سراغ الگو مکعبی تست بکنید ببینید میشه یا نه. خب میگیم چی؟ میگیم الگو مکعبی که بود n ضرب در n ضرب در n، این 3 تا که اصلا حذف شد هیچ کدوم از این، ببینید این اصلا تست بکنید میشه یا نه. ما هم که اول گفتیم به جای n میذاریم چند؟ میذاریم 1. 1 ضرب در 1 ضرب در 1 شد 1، درسته؟ 3 نشد آقا، اولی که نشد، دومی هم نشد، یعنی الگو مثلثی هم نشد، الگو مربعی هم نشد، اینم که مکعبی. خب بعد دیگه الان دیگه باید بتونید پیش بینی کنید. گفتیم چی؟ گفتیم وقتی یک میذاریم چی؟ میایم تست میکنیم، میبینیم که خب حالا اینو چه تغییری بدیم؟ میگیم اگه به اضافه یه دوش بکنیم میشه 3. خب تا اینجا یه کار هم قطعی نمیتونیم بگیم. ما میگیم آقا ما چون رو همینش هم فعلا خیلی مطمئن نیستیم، میگیم n ضرب در n ضرب در n، 1 ضرب در 1 ضرب در 1 به اضافه 2 میشه 3. خب این اولیش. اگر برای بقیه هم این درست در بیاد دیگه میتونیم بگیم آقا این الگو مکعبیه، درسته. خب به شرط اینکه برای بقیه درست در بیاد با همین به اضافه 2. اگه به اضافه 2ش با همین فرمول درست در نیاد دیگه ما این رو نمیتونیم مثلا پیش بینی کنیم. میذاریم 2 ضرب در 2 ضرب در 2 2 دو تا 4 تا 4 ضرب در 2 8 تا به اضافه 2 8 به اضافه 2 میشه چقدر؟ 10 تا. درست شد. درسته؟ بیایم سومی هم چک بکنیم. میگیم 3 ضرب در 3 ضرب در 3 3 3 تا 9 تا ضرب در 3 27 تا به اضافه 2 میشه 29 تا. بله. این الگو الگوی مکعبیه. گرچه اولش یه خورده ما رو تو شک انداخت، چون وقتی یک گذاشتیم مثلا عدد ما شد یک جوابمون، ولی اینجا 3 بود، ولی با یه تغییر کوچیک فهمیدیم که بله اینا رو اگه به اضافه 2 می‌کردیم جواب ما و الگومون کلا درست می‌شد. الگوی ما میشه n ضرب در n ضرب در n به اضافه 2، درست؟ حالا جمله دهم رو خواسته میشه چی؟ الگومون مکعبیه. جمله دهم رو خواسته میشه 10 ضرب در 10 ضرب در 10 1000 به اضافه 2 میشه 1002. پس این رو هم تونستیم پیش بینی کنیم. بچا اولین کاری که میکنید فاصله ها رو چک بکنید ببینید کدوم یکی از این الگوست و طبق اون نکته‌ای که گفتیم به راحتی میتونید الگو رو تشخیص بدید.